অ <laughs> Moগt خدمت شما شاگردان عزیز مکتب هادی انشالله که تنیتان سالم باشه و جور باشین کیمیای سنف هفتم با آخر رسید و میخواهیم با هم یک جای سوال های نمونعی, مضمون کیمیا را با هم کار کنیم کیمیای سنف هفتم دارای چهار فصل است فصل اول دوم سوم و چهارم که برای هر کدام ما سوال های ای را با هم کار میکنیم برای هر فصل جداگانه امروز فصل اول که موضوع آن ماده و خواص آن میباشد را با هم یک جای سوال های آن را که در امتحانات هم بسیار تکرار شده است را با هم یک جای کار میکنیم با حل سوال های ای مضمون کیمیای سنف هفتم با ما همراه شوید سوال اول از سوالهای نمونه مزمون مضمون کدام یک از مواد زیر ماده است آب هوا کچالو و همه موارد خب شما در تعریف ماده یاد گرفتید که ماده به موادی گفته شد که دارای دو ویژگی بود دارای کتله بود و دارای حجم می بود یک ای از فضا را اشغال کرده میتواند خب از بین ها آب دارای هم کتله است و هم حجم است. گوزنه‌ای به هم هوا هم دارایی هم کتله و هم حجم است. با انجام یک سری آزمایشات اگر یادتان باشد در فصل اول درس اول ما و شما با هم کار کردیم که هوا با انجام یک آزمایشی که اگر یادتان باشد پقانه ها را بر روی یک چوب آویزان میکردیم. یک تا از پقانه ها را با کمک سوزن هوای آن را خالی میکردیم. مشاهده کردیم که بانه که دارای هوا است به سمت پایین حرکت میکنند این نشان میداد که هوا دارای کیچله است آب را هم به همین صورت با انجام یک آزمایش دو گلاس و یک ترازو انجام دادیم که بر روی یک پله ترازو یک گلاس خالی بر روی یک پله ترازو دیگه یک گلاس پر از آب را قرار میدادیم و مشاهده میکردیم که شاهین ترازو یا پله ترازو به سمت م... پله ترازوی که دارای گلاس پر از آب بود به سمت پایین حرکت میکرد. این نشان میداد که آب دارای کتله هست. همچنان هر کدام از اینها دارای یک حجم معین است. پس اینها میتونه که یک ماده باشد. کچالو هم میتونه ماده باشد. چرا؟ چون هم دارای کتله است و هم دارای حجم است. گزینه دال گفته همه موارد میتونه ماده باشد. پس جواب صحیح میشه گزینه خب کتله جسمی 5 گرام است و حجم آن 10 میلی لیتر کسافت آن را دریافت نموده و بگویید که جس جسم مورد نظر بر روی آب شناور است یا غیر شناور کسافت آب را هم برای شما داده است که یک گرام بر میلی لیتر است خب برای اینکه کسافت آن را به دست بیارید باید فرمول کسافت را یاد داشته باشید و بعد از روی کسافتی که به دست می آوری شما نتیجه گیری کنید که جسم مورد نظر بر روی آب شناور است یا غیر شناور. پس به همین خاطر بر روی تخت سیاه با هم یک جای مسئله را حل می کنیم. <applause> خب، اول از همه معلومات را که سوال یا مسئله برای ما داده است را برای تخت نوشته میکنیم. برای ما کتله جسم را داده که چند است؟ پنج گرام. حجم جسم مورد نظر را برای ما داده است که چند است؟ 10 میلی لیتر. معلومات رو که برای ما دادن این رسومی است. خب از ما چی خواسته؟ کسافت را فرمول کسافت را در درس یاد گرفتید در فصل اول کیمیا سنف هفتم شما کسافت را فرمول اون یاد گرفتید. فرمول چی بود؟ فرمول کسافت مساوی بود با کتله بر حسب گرام بر حجم جسم بر حسب میلی لیتر خب کافی است که معلوماتی برای ما داده شده است را به داخل فرمول فرمول کثافت جایگذاری کنیم کثافت مساوی می شود با کتله جسم 5 گرم است حجم جسم ده میلی لیتر خب پنج بر ده می شود یک بر دو که مساوی می شود با سفیر اشاری پنج خب کسافت آن شد سفیر اشاری پنج قسمت دوم سوال از شما خواسته است که جسم مورد نظر بر روی آب شناور است یا که غیر شناور ما به عنوان نکته در داخل درس به شما گفتیم گفتیم که اگر کسافت یک جسم کسافت یک جسم کمتر می بود از کسافتی آب. در این صورت جسم مورد نظر بر روی آب شناور می شود جسم بر روی آب شناور می شود درست است؟ اما اگر کسافت جسم بیشتر می بود از کسافت آب نتیجه چی می شود؟ باعث می شود که جسم داخل آب غرق شود پس با توجه به این دو نکته که کسافت جسم اگر کمتر از کسافت آب باشه جسم بر روی آب شناور اگر کسافت جسم بیشتر باشه از کسافت آب باعث میشه که جسم و داخل آب قلق شود توضیح میدیم 0.5 چون کسافت آب رو هم به شما داده است کثافت آب گفته یک گرام بر میلیلیتر است خب کثافتی که ما به دستاوزیم 0.5 است 0.5 0.5 در مقایسه با کسافت آب چی کمتر است. چون کمتر است پس بنابراین جسم مورد نظر بر روی آب شناور می شود. پس به این مسئله خوب دقت کنید. اول باید فرمول فرمول کسافت را یاد داشته باشید و بعد از او با مقایسه کسافت جسم با کسافت آب شما تشخیص بیتیم که جسم مورد نظر بر روی آب شناور می شود یا که نه به داخل آب قرق می شود. سوال سوم کدام یک از حالات ماده فاصله بین ذرات کمتر است؟ الف مایه، به جامد جیم گاز دال محلول خب ما سه حالت فیزیکی ماده را داشتیم جامد مایع و گاز از بین این سه حالت کدام یک فاصله بین ذرات کمتر بود حالت جامد حالت جامد از جمله حالات فیزیکی یک ماده بود که فاصله بین ذرات بسیار, بسیار بسیار کم بود و بعد از او مایاد و در آخر هم گازها سوال چهارم در جای خالی قوه جذب بین ذرات کم بوده و در جای خالی فاصله بین ذرات کم است الف گازات جامدات ب جامدات گازات ج مایعات گازات و دال جامدات جامدات خب سوال شما دارای دو بخش یا دو جای خالی است جای خالی اول گفته قوه جذب بین ذرات کم است ما گفتیم که در درس یاد گرفتیم که هر چقدر فاصله بین ذرات بیشتر باشد قوه جذب ضعیفتر یا کمتر است خب از بین سه حالت جامد مایع و گاز گازها فاصله بین ذرات بسیار زیاد است بنابر این قوه جذب هم بین مولکول‌ها یا ذرات کمتر است پس جای خالی می شود گازات جای خالی دوم فاصله بین ذرات گفته کم است خب از بین سه حالت جامد مایع گاز جامد از جمله حالاتی است که فاصله بین ذرات بسیار کم است پس جواب صحیح می شود گازات جامدات گزینه الف سوال پنجم چرا لاین های برق در تابستان آویزان است الف به دلیل انبساط لاین های برق ب به دلیل انقباض لاین های برق جیم به دلیل تغییر آب و هوا و دال به دلیل سرد شدن هوا خب در اگر در متن درس هم شما یاد گرفتید و شاید تا به حال دقت هم کرده باشید که در تابستان ها در فصل تابستان لاین های برق آویزان می شود علت آن چی است علت آن عملیه انبساط هست چرا چون در تابستان هوا بسیار گرم است حرارت زیاد است وقتی که حرارت زیاد باشد باعث می شود که فاصله بین مولکول ها در لاین های برق از هم بیشتر شود و عملیه این رخ دهد و باعث می شود که لاین ها چی شود آویزان شود پس جواب صحیح می شود گزینه الف به دلیل انبساط لاین های برق است که باعث می شود که لاین ها آویزان شود سوال ششم فرق بین انبساط و انقباض را شرح دهید انقباض و انبساط دو عملیه هست که دقیقا برعکس هم عمل می کند انبساط را در متن درس ما شما با هم یک جای کار کردیم و یاد گرفتیم که عملیه انبساط وقتی رخ می دهد که در اثر حرارت و زیاد شدن حرارت باعث, باعث می شود که فاصله بین مالکول ها زیاد شود و حجم ماده زیاد می شود و عملیه انبساط رخ می دهد. اما در عملیه انقباز درست برعکس این بساط است. با پایین رفتن دما یا سرد شدن فاصله بین مالکول ها کمتر می شود. حجم جسم یا ماده کمتر می شود و عملیه انقباز رخ می دهد. این فرقی است که بین انبساط و انقباز است. سوال هفتم تبخیر سطحی به چه عوامل بستگی دارد هر کدام را شرح دهید خب تبخیر سطحی را تعریف جا شما یاد گرفتین که تبخیر سطحی به جدا شدن مالکول های سطحی مایه گفته می شد در هر دمایی با, با شما کار شد که تبخیر سطحی به چه عوامل بستگی دارد از جمله عواملی که تبخیر سطحی به آن بستگی داشت دما و حرارت بود هر چقدر که دما و حرارت بیشتر میشد تبخیر سطحی یا جدا شدن مولکول های سطح مایع هم بیشتر میشد همچنان فشار هوا گفتیم هر چقدر فشار هوا کمتر می بود که در ارتفاعات این عملیه رخ می دهد باعث میشه که تبخیر سطحی بیشتر شود و از جمله عوامل دیگه ای که بر روی تبخیر سطحی تأثیر گذار بود سطح مایع بود هر چقدر که سطح یک مایع وسیع تر بود تبخیر سطحی هم بیشتر می شد مالیکول های بیشتری هم به هوا آزاد و تبخیر می شد پس تبخیر سطحی به فشار هوا به دما و حرارت و به سطح مایع بستگی داشت سوال هشتم منظور از خواص فیزیکی ماده چیست؟ خواص فیزیکی ماده همو خواص ظاهری یک ماده است که ما شما میبینیم. مثل چی؟ مثل شکل آن جسم، اندازه آن، رنگ، بوی و جلا که از جمله خصوصیات ظاهری یک ماده به حساب میاید و خواص فیزیکی یک ماده را نشان میدهد. سوال نهم اگر دست خود را بالای یخ قرار دهید احساس سردی می کنید زیرا حرارت از دست شما به یخ انتقال پیدا می کند. ب حرارت از یخ به دست شما انتقال پیدا می کند جیم سرما از یخ به دست شما انتقال پیدا می کند. یا که سرما از دست شما به یخ انتقال پیدا می کند. خب شما در متن درس در متن کتاب یاد گرفتید که در وقتی که یک قطعه یخ را به دست خود قرار می دهید به مرور زمان می بینید یا مشاهده می کنید که یخ آب می شود. ای این به این مناسد که حرارت از دست شما به یخ انتقال پیدا کرده است و باعث آب شدن یخ شده است. پس جواب صحیح می شود گذینه حرارت از دست شما به یخ انتقال پیدا کرده است. گزینه ب جیم دال غلط می باشد. سوال دهم ده که آخرین سوال می باشد کدام یک خواص فیزیکی ماده نیست؟ خوب دقت کنید. گفته خواص فیزیکی ماده نیست. الف جلا ب رنگ جیم بوی و دال سختن. خواص فیزیکی را در سوال قبلی با شما کار کردیم و یادآوری کردیم که خواص فیزیکی مربوط به خصوصیات ظاهری یک ماده می باشد خصوصیات ظاهری مانند جلا، رنگ، بوی، شکل و اندازه یک جسم است گزینه الف، ب و جیم از جمله خواص فیزیکی یا ظاهری یک ماده است پس گزینه الف و ب و جیم صحیح است کدام غلط هست؟ یا جز خواص فیزیکی ماده نیست گزینه دال که سختن است سختن رو در فصل بعدی شما یاد گرفتید که از جمله خواص یا تغییرات کیمیاوی است پس جزء خواص فیزیکی محسوب نمی شود نمونه سوال های آخر فصل کیمیای سنفی هفتم فصل اول به آخر رسید امیدوارم که این سوال ها رو هم باز در خانه خوب کار کنید و یاد بگیرید که بسیار مهم است شما رو به خداوند بزرگ می سپارم خدایا رو نگهدارتان باشد